به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوام یه تست مثلثات براتون حل کنم که مشابه کنکور 99 داخل تجربی و خارجشه و الاخر، یعنی این سبکش خیلی کنکوری. خب چیزی که توی کتاب درسی اومده برای این سبک سوالو گفته 5-6 تا جدوله که انتظار داره اون حفظ کنه، ولی اصلا منطقی نیست. من میام یه دونه دایره مثلثاتی میکشم و تمام این زوایا رو به کمک دایره مثلثاتی یاد میگیرم. سروری از همه این داستان ها اومد یه از زاویه ها رو دیگه بلد داشتیم و قطعا همه تون بلده. هر عددی رو بتونم من به این ستا و در نهایت به پی چارم پی دوم و خود پی لبت بدم، حالا خود این پی میشه مضارب فرد پی و مضارب زوج پی که اصطلاح داشتیم دو پی یا دو کابی بهتر بگم و یا تعداد دور، میتونم عددش رو پیدا کنم. این تایمش یکی میام این زاویه ها رو پیدا میکنم 300 درجه 300 رو اگر بخوام من به کمک زاویه هایی که توی تخته قبل نوشتم حساب کنم میشه 360 منهای 60 یا 270 برمویه 30 که میشه اینجا زاویه هم. خب وقتی زاویه هم میشه اینجا، یعنی به چه عددی ربط دادم؟ به عدد 30. پس 300 توی سینوس تبدیل میشه به 30 درجه. حالا چه نسبتی؟ ببینیم اینجا برای سینوس ما کلن یک عدد بزرگتر داریم یه عدد کوچکتر داریم. چیش کوچکتر؟ برای 30 درجه. چیش کوچکتر؟ سینوسش. چیش بزرگتر؟ کوسینوسش. خب برای این زاویه ما دوباره یک چیز بزرگتر و یک چیز کوچکتر. چی بزرگتره؟ سینوس. اینجا چی بزرگتر بود؟ کوسینوس. پس طبیعتاً باید سینوس به کوسینوس تبدیل بشه. یا یه راهکار بهتر میتونم بگم هر وقت پی دوم مضارب فردش رو دیدی سینوس رو به کوسینوس تبدیل کن و کوسینوس رو به سینوس. چطوری دیدم؟ اینطوری دیدم 300 بوده 270 در روی 30. 270 میشه چی؟ 3 تا پی 2. این هم تا اینجا چیزش هم مونده، این که من بررسی کنم علامت اینجا برای سینوس چیه. خب این زاویه 300 درجه من سینوسش قطعا یک عدد منفی، پس یه دونه منفی هم پشت میذارم. پس تونستم یک زاویه و ترکیب رو به یک زاویه قشنگ دلخواه که اندازش میدونم تبدیل کنم. حالا برای تمام تک تک این زاویه ها میتونم همین روند رو پیاده کنم. خب 135 درجه که جایگاهش کاملا مشخصه کجاست؟ اینجا. خب اندازه ای قطعا من باید بلد باشم که این اندازه ها و اندازه های 45 درجه برابرن. پس رادیکال 2/2 میشود. حالا علامتش چیه؟ خب این بره برای کوسینوس میشود منفی، یه دونه سمت پشتش داره، پس منفی 3 رادیکال 2/2. بریم قسمت 210 درجه. خب کوسینوس 210 درجه چطوری میتونم به پی 4 و پی 2 یا پی رفت بدم؟ اینجا میشه چی؟ بهترین حالت اینه که بمیسم کوسینوس 180 برنابه 30 و 180 همون پیه، پس عملا شکلمون تغییر نمی کنه. پس ما میتونیم بمیسم کوسینوس 30 درجه. حالا علامتش رو لازم فقط بررسی کنم. 210 کجاست؟ از اینجا 180 رو بیاد پایین، علامت کوسینوس توش منفیه، از اینجا میتونم یه دونه علامت منفی بزنم. کوسینوس 30 درجه چنده؟ آفرین، رادیکال 3/2. خب حالا نوبت زاویه 570 درجه است. دوباره یک میشم قطعا من میدونم که 570 درجه از 360 بیشتره. خب پس یک دور زدم. خب یک دور زدن من میشود 360. حالا چند تا میمونه؟ 270 منهای 360 عملا میشه چه زاویه ای؟ یعنی همون 210. خب 210 رو اینجا قطعا انجام بدیم و یاد گرفتیم. حالا این فقط چون تانژانتشه دوباره تفاوت ایجاد نمی کنه، میتونم بنویسم تانژانت 570 که بوده 360 برای 210، 360 رو میتونم نادیده بگیرم، یک دور کامل و
از اینجا در گام اول می‌رسم تا آنجا به 210. 210 دقیقاً مثل سوال قبل، مثل قسمت قبل شبیه سی عمل میکرد، پس میتونم بنویسم تانژانت سی فقط از نظر علامتی باید بررسی کنم. خب علامت 210 میافتاد کجا؟ اینجا. تانژانت این چه علامتی داره؟ قطعا مثبت، پس اینجا هم مثبت. حالا تانژانت سی درجه چنده؟ اولا اگه باید حفظ باشه، اگر هم حفظ نیستیم میتونیم بنویسیم که سینوس سی درجه، خب اینو قطعا بدلیم به کوسینوس سی درجه، میشود یک دوم روی رادیکال سه دوم. جوابش رادیکال سه سوم. پس اینجا هم شد دو رادیکال سه سوم با علامت مثبت. خب چی میمونه؟ فقط یه جمع تفریق خیلی ساده. موفق باشید و شاد. خدا نگهدار.